تاریخ ملت‌ها روزهای سرنوشت سازی است که هرگز فراموش نمی‌شود. روزهای قیام و خیزش، روزهای در هم شکستن دیوارها و از هم گسستن زنجیرها، روزهای خروش خلق در برابر سرکوب و ستم و اجبار. روز 14 نوامبر سال 1973 برای مردم یونان یکی از همین روزهای ماندگار است. روزی که دانشجویان آزاده یونانی با حمایت کارگران این کشور علیه حکومت دیکتاتوری سرهنگ‌ها به پا خواستند. 6 سال بود که سرهنگ‌ها بر یونان حکومت می‌کردند. آنها در 21 آوریل سال 1967 در جریان یک کودتا تحت پوش مبارزه با کمونیسم به قدرت رسیده بودند. به دنبال آن کودتا دولت جورجیو پاپاندرئو نخست وزیر قانونی یونان سقوط کرد و سرهنگ جورجیو پاپادوپولوس ریاست دولت کودتا را به دست گرفت. زندان‌ها از زندانیان سیاسی پر شد. حکومت سرهنگ‌ها با برقراری یک دیکتاتوری مخوف، حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی را از مردم یونان سلب کرد. یونان برای درهم شکستن این تقدیر سیاه جز اراده فرزندانش چیز دیگری در دست نداشت. خورشید در روز 14 نوامبر سال 1973 از افق همین اراده طلوع کرد. دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک آتن در اعتراض به دیکتاتوری و خفقان حاکم بر کشور دست به اعتصاب قضا زدند. آنها از مانولیس گیلزوس، قهرمان ملی کشورشان، الهام گرفتند. همان که در اولین شب اشغال یونان توسط نازی‌ها در سال 1941 شبانه از صخره‌های آکروپولیس بالا رفت و با پایین کشیدن پرچم نازی‌ها پرچم یونان را بر فراز این بنای عظیم باستانی برافراشت. در ادامه اعتصاب قضا، دانشجویان پلی‌تکنیک پا را فراتر گذاشتند. آنها با بکارگیری تجهیزات آزمایشگاهی خود اقدام به برپا نمودن یک رادیوی مخفی کردند. راه افتادن رادیو صدای دانشجویان بپاخواسته را در سراسر یونان تنین انداز کرد و هزاران تن از کارگران و هنرمندان و اقشار مختلف مردم به آنها پیوستند. دانشگاه پلی‌تکنیک آتن اکنون به یک کانون شورش تبدیل شده بود. حکومت سرهنگ‌ها از شعله‌ور شدن قیام به شدت ترسید و در روز 17 نوامبر ستونی از تانک‌ها را به سمت دانشگاه پلی‌تکنیک روانه کرد. دانشجویان بپاخواسته در برابر این توحش حکومتی جا نزدند و تصمیم به مقاومت گرفتند. اگرچه که تانک های دیکتاتوری پلی‌تکنیک را تخریب کرد و دانشگاه را به خاک و خون کشید، اما روز 17 نوامبر با خاطره مقاومت جوانان یونانی پیوند خورده است.
جریان قیام دانشجویان یونانی بسیاری از دانشجویان به قتل رسیدند که هیچ آمار رسمی از تعداد آنها همچنان منتشر نشده است. با این حال برخی منابع تعداد کشته شده ها را بین 20 تا 37 تن اعلام کردند. اگرچه پلی‌تکنیک توسط تانک‌های سرهنگ‌ها به خاک و خون کشیده شد، اما سرکوب خونین قیام دانشجویان نتوانست بقای حکومت ننگین سرهنگ‌ها را تضمین کند. نزدیک به 8 ماه بعد، خون دانشجویان پلی‌تکنیک آتن به بار نشست و دیکتاتوری سرهنگ‌ها ساقط شد. فایدون جیزیکیس یک ژنرال ارتش بود که علیه حکومت سرهنگ ها کودتا کرد. در جریان آن کودتا پاپادوپولوس دستگیر شد. در 23 ژوئیه 1974 حکومت نظامیان برکنار شد و به دنبال یک رفراندوم عمومی مردم به جای سلطنت به جمهوری رأی دادند. دولت جمهوری سرهنگ های کودتاگر از جمله پاپادوپولوس را به دادگاه تسلیم کرد و دادگاه وی را به اعدام محکوم نمود و بعدتر به او 1 درجه تخفیف داده شد و پاپادوپولوس در سال 1999 در سن 80 سالگی درگذشت. مقاومت مردم یونان در برابر دیکتاتوری سرهنگ ها یک مقاومت همه جانبه بود. هنرمندان یونانی هم با هنر خود در نبرد برای آزادیشان شرکت داشتند. فیلم معروف زد از جمله آثاری است که در سال 1969 توسط گوستاف گاوراس ساخته شد. گاوراس که یک فیلمساز فرانسوی یونانی بود، قتل یکی از مخالفان حکومت را در یک سخنرانی در کشوری ناشناخته به تصویر کشید. اما همه نشانه ها حاکی از افشای حکومت سرهنگ ها بود. فیلم زد بی تردید یکی از سیاسی ترین فیلم های تاریخ سینمای جهان به شمار می رود. میکیس تئودوراکیس، موسیقیدان و مبارز نامدار یونانی هم از جمله هنرمندانی بود که در دوره دیکتاتوری سرهنگ‌ها دستگیر و روانه زندان شد. تئودوراکیس در همان زمان جبهه مقاومت علیه دیکتاتوری را بنیان گذاشت. تئودوراکیس و ماریا فاراندوری بیش از 1000 کنسرت در شهرهای مختلف جهان اجرا کردند و به عنوان سمبول‌های مقاومت یونان در برابر دیکتاتوری سرهنگ‌ها مشهور شدند. از جمله بخشی از شاهکارهای هنری تئودوراکیس در این دوران ساخت موسیقی فیلم‌های مشهوری از جمله زد، حکومت نظامی و زوروای یونانی به شمار می‌رود. بله درسته. خب شما بین اینا هستید. بله کاملا، این مال 2 سال پیشه. این باید همون ساعتی باشه که تو عکسام به دستتون.
به یاد این دوستان برزیلی. اینها هم نه؟ نه، این هدیه کارکنان سازمان همکاری های عمرانی. اونام دعوت شده بودن، اونا نمایندگان ارتش، یعنی پلیس ارتش. احتمالا. در هر صورت اونا دوستان من نیست. به هر جهت اونا به عنوان شکنجهگر معرفی شدن. توسط اسقف ها؟ به وسیله قربانی هاشون و همینطور اسقف ها. علاوه بر این میتوان به نقش هنرمندانی چون ماریا فاراندوری، خواننده شهیر یونان، و خانم ملینا مرکوری، هنرپیشه مردمی این کشور اشاره کرد. ملینا مرکوری بعد از بازگشت دموکراسی به عنوان وزیر فرهنگ یونان انتخاب شد. اگرچه قیام دانشجویان پلی‌تکنیک در غروب 17 نوامبر سال 1973 با به خاک و خون غلتیدن دانشجویان سرکوب شد، اما نهال همین خونها بود که با الهام از شعله آزادی خواهی این جوانان به یک جنبش بین المللی تبدیل شد و سرانجام سرنوشت مردم یونان را تغییر داد. It is a great honor for me to participate with you at this most important conference on the issue of equality for women. Women continue to face inequality all over the world, and the struggle is ongoing. The struggle of the women in the Iranian resistance is, however, unique. What has been achieved by the Iranian women raises our hopes for a radical emancipatory change in Iran, a change which will affect the whole world. We owe already a lot to the Iranian women. Let's join our voices with the voice of Mariam, to whom I am dedicating the first song, a well-known song by Mikis Theodorakis, The Laughing Boy. It's a song of Greek resistance. Βλέπω μια αγόρι και λέει σπαρά τη καθρίνη,
استاز گاردیام کادیدو یلاستو ببی. نبرد برای آزادی همچنان ادامه دارد. Assiste sogna la sopperi Una tan scudo meno stu archivuto bellai Che mono la popoli inglese una che vai Se mesa sti fila chi fa tanti mi bu cassato gliela sto bevi quasi li chiamo magari pastoleo chiato di econes e ogna da segleo chiati oro stu secfrus ma sta xedare se si Doxo tibis taxera, stoiera, stoiera